اسمتو ما بگو. پما که بود بعدش به اونش اومد میگفت فلانی و فلانی رو دیدم دوتا خانم. کجا داری میه؟ کجا داری میه؟ برو 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 برو. گفتم داری میرم سر باغمون. گفت نمیخواد بیه. برو 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 برو. ولی دارم چیز گودی اون داری میره پایین. میگه آبجی بیا آبجی بیا آبجی بیا آبجی بیا. ما این مرز زندگی میکنیم. برو 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 برو. من نه پاتو نذاریم. برو اینور منو برگردون. من می‌خواستی بگی؟ نه میگم امیدوارم. اینو بیشتر ببین الان یه جوری شده که کسی سمتم نمیاد. سلام به رفقای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و خوش اومدید به پارت دو مصاحبه ترسناک دختر شمالی و خانوادش. خب رفقا، امروز میخواییم پارت دو اون مصاحبه‌ای که با هم دیدیم و بذارم براتون با هم دیگه مینیم. فقط یادتون نره قبل این که بریم سراغ ویدیو لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره رفقا. اینو یادم نره بهتون بگم رفقا، ویدیوهایی براتون گرفتم، مصاحبه‌ای رفتم با خانواده‌ای انجام دادم که 10 برابر قبل یا هم ترسناک‌تر هم عجیب‌تر. کانال رو سابسکرایب کنید که حتما این مصاحبه‌ها رو ببینید، از دست ندید. نیست خیلی ملو، بریم سراغ ویدیوهای ترسناک. چلو رفقا، اینجا یه کوچولو ادامه داشته اون صحبت ها. ازش پرسیدم که توی کما که بودی چه چیزایی دیدی. بعدش دیگه میریم سراغ اسپیریت باکسی، ارتباط میگیریم و بعد پاکسازی خونه رو انجام میدم. انگار داشتید خواب میدیدید. دایم دیدم بارون، سیل بارون، دایم رفته تو قبرستون محل خودمون سر خاک مام بزرگم، اونجا جیغ بزنه ناله بزنه. من میگم دایی جان، هم بهش میگم دایی جان نکن این کار رو، خودت خیس کردی. هی میخوام بلندش کنم نمیتونم، هی میخوام بلندش کنم نمیتونم. چی جوری یادش میاد دایی؟ چرا خودت خیس ناله میزنه ولی صدای ناله شو گریهاشو میبینم ولی نمیشنوم چی میگه. مثلا این بعد از این که چیز شدم دایی میگه آره، میگه گفت آره دایی رفته سر خاک مام بزرگم گری کرده باروشه با ایشب عید بود شب سال تحویل گری کرده ناله زده، گفت من زهرا رو از تو میخوام. ولی اینا رو من دیدم. من به دایی گفتم دایی، من به دایی داشتم بهش میگفتم این گری میکرد، گفت آره این کار من کردم. رفقا این یه تجربه کامل و واضحه از یه خانومی که توی کما بوده. خیلی عجیب بود که وسط این مصاحبه این داستانم تونستم بگیرم. خانومش گفت آره این کار این کرده، اومده خونه لباسش خیسه آب و نمیم چی از این حرفا. مثلا خواهرم که چند سال فوت کرده، مثلا خواهر اومده به این میگه که آبجی بیا بریم. من رو برداشت برد رفتیم توی گودا، چیز گودی اون داره میره پایین، میگه آبجی بیا آبجی بیا آبجی بیا آبجی بیا. تو کما که بود بعدش به اونش اومد میگفت فلانی و فلانی رو دیدم دوتا خانم. میگفت دست به دست رفته بودن، داشتن میرفتن بالا تو آسمون، بهشون دست تکون میدادن، اونو به من میخندیدن. بعد از اینکه به اوش اومده اونو میرفتن سمت نور. به خاطر همین خیلی کنجکاو بودم. ببینم شما سمت نور نرفتید؟ مثلا یه چیز نورانی باشه به سمتش برید؟ نه اصلا به اون چیزا نرسید. رو بزرگایی میکرد چند سال از یعنی 18 سال که فامیلاش که مرده بودن میگفتن بیا این نرفت. من اون تو مثلا یه جا صحرا داشتیم تو معلمون، اون صحرا خیلی گنده است. بعد میخواستم برم تو اون صحرا برم اون برا با این دیدم این بزرگایی داره میاد بودو بودو با دو چرخ داره میاد. و کجا داری میای؟ کجا داری میای؟ برو 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 برو. گفتم دارم میرم سر باغمون. گفت نمیخواد بیای. برو 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 برو. ولی دارم اون و این بره انگار داره میاد سبزه اونجا، ولی این بره قورباغه و مار و عقرب و نمیدونم چی و یه چیزایی مثلا وحشتناک. من به میگم مسلم این چیه؟ اینا چی هن؟ این بره نمیاد این بره تو داری بیای؟ یعنی گفت نه کاری با تو نداره، کاری با منم ندارن. من ما این مرز زندگی میکنیم. برو 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 برو. این بر نه 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 پاتا نذاریم. برو
انگار منو برگردون. من گفتم باشه بابا دارم میرم. رفت اومد انگار برگشت اومدم. ببینید موقعی که مصاحبه مثلا تموم شد چند روز بعدش این دختر خانم به من پیام داد، گفت یه خیلی از حرفا رو ما اصلا یادمون رفته بود، خیلی حرفا مونده بود که ما نزدیم اصلا کامل. گفتم حیف، کاش صحبت ها رو کامل انجام میده. آره متصادم روح مرده هامون رو چون در میبینیم. خالم هم دیده بود، اونم فوت کرد، اونم بهش گفته بیا بریم ابجی. گفتم رفتم خیلی باش رفتم. گفتم وای سقرا داره قلبم داره میاد بالا، من نفسم بالا میبینم. تو خواب میبینی درسته؟ اینم خیلی تو خواب میبینم. ببینید من هر جا که میرم شماره کارتشون رو میگیرم، زیر ویدیو میذارم، کسایی که دوست دارن دست به خیرن دیگه. خودتون دارید زندگی طرفو میبینید کامل، همه چیشو میبینید. اگه طرف نیازمند نباشه یا نیاز نداشته باشه، من به شما نه شماره کارتی میذارم نه چیزی، کامل بررسی میکنم که بتونیم یه کمکی کنیم. اگه دستتون میرسه یا اینکه دست به خیر دارید، دمتون گرم. به خانواده ها شماره کارتو توی ویدیو قبلی گذاشتم، اگه دوست داشتید یه کمکی بکنید. دمتون گرم. من تو خواب بیشترشون رو دیدم. بیشترشون دیدین شما؟ خواب دیدم، حالم بد شد. اینگار تو ماشین به شوهرم میگم که حالم داره به هم میخوره، بهش میگم خودم میتونم رو پاد بخوابم. اینگار بخواب، اینگار حالم بده تو ماشین. بعد احساس میکنم که حالم بد شد، میگه همون صحنه رو تو ماشین این کار کردی. گفتم میتونم رو پاد بخوابم؟ گفتم آره. مثلا حالا گفتم تو که الان کار نداره. خب ما اینجا شروع کردیم دیگه به ارتباط گرفتن با اسپیریت باکس که ببینیم میتونیم باشون ارتباط بگیریم یا نه. یه ارتباطای کوچیکی گرفتیم که عجیبم بود. وسط خونه سعی میکنم که ببینم بتونم با اسپیریت باکس یه ارتباطی بگیرم که اگه سنگینی اینجا هست، موجودی اینجا هست، ببینیم میتونیم باشون ارتباط بگیریم و خواستشون چیه. اگه موجودی اینجا هست، اگه این خانواده رو میشناسی و میتونی ارتباط بگیری، اجازه ارتباط گرفتن داری، اسپیریت باکس با همون صحبت کن. هستی اینجا؟ خیلی سخت ارتباط میگیرن، باید مثلا ساعت ها بتونی ارتباط بگیری تا یه حسی که صحبت کنن. صدای نامفهومی یه زن، زنه. یه زن خودش هم تایید میکنه، میگه یه زنه. چیزی با همون ارتباط بگیری؟ اسمت چیه؟ اسمت رو به هم بگو. ماخالونگا. اینو من خیلی دقت کردم، هزار بار گوش کردم، یه صدای میگه ماخالونگا. اسمتو ما بگو. اسمتو به ما بگو. میتونی اسمتو ما بگی؟ صدای یه مرد بود، انگار نامفهوم صحبت میکرد، کامل رو داد. مفهومه. میتونی اسمتو ما بگی؟ این شلوغی به هم ریختگی باعث این چیزا میشه، شلختگی، کثیفی، این چیزا. همیشه خونتون رو تمیز نگه دارید، به هم ریخته نباشه، اساس یه جا انبار نکنید. دختر، قشنگ گفت دختره. دختره، یه بار دیگه واضح بگو چی میخوای از این خانواده؟ میدونی دختری؟ چی میخوای از این خانواده؟ میدونی دختری؟ من اینجا نفهمیدم چی گفت. گفت پشت آینه. 100% یه تلس پشت آینهشون بوده. ویدیو قبلم خیلی از بچه ها کامنت گذاشته بودن راجع به اون آینه. اینجا گفت پشت آینه. من اونجا انقدر سنگین بود اوضاع، انقدر به هم ریخته بود، نفهمیدم. ای کاش که میفهمیدم. پشت آینه کامل گفت کجاست. برد اگه دخول را دود کنم خوبه. خوبه خوبه در جا گفت خوبه. دخول را تو دوست داری؟
بخورات براش دود کردم. نمیفهم اینه صداش، اینه صدا. رفقا من همه چی واقعی میذارم. خیلی نمیفهم. الان برای بخورات دود میکنم. حالا من یه سری جاهاشو دیگه کات کردم، مثلا هلوش نیم ساعت 40 دقیقه صدایی نمیومد کامل، این تیکاش که صدا اومده اینجا دیگه قطع کردم، رفتم سراغ پاکسازی و اینکه خونه رو یه پاکسازی بکنم که اونو کامل نمیتونم براتون بذارم. نمیتونم، بیشتر بیشتر از این ناراضی بود که نمیتونست ارتباط بگیره، ارتباطات اجتماعی نمیتونست بگیره، سر کار رفتن، با دخترها ارتباط گرفتن، با مثلا پسر ارتباط گرفتن، اینا به هیچ عنوان نمیتونست انجام بده. آره. ارتباطاتتون اینا سخت شده، نمیتونم با دوست ارتباط بگیرم. به خاطر چی احساس میکنی خودت باشون بد رفتار میکنی یا یه چیزی درونت میگه خوشم نمیاد بدش کنم بسرشو ندارم درونمه. حالا قبل از این که شما بیای من حالم خیلی بد بود، اومدم بهتر شدیم. آره. تو حالم بد بود میگفتم حالم بده من صحبت نکنم. حالا میذارم ببینید خیلی هم بیادم تونی کردم به بچه ناشر. قبل اینکه من بیام عصبی شده بوده، با بچه که توی خونه است دعوا کرده بوده و سرش داد زده. ارتباط مثلا با بقیه بگیرید، با خانمان این من هیچ دختری ندارم، هیچ دوست دختری ندارم، هیچ وقتی ارتباطات کامل از بین میبره ارتباطات، یعنی هیچ وقتی دوست دختری نشید با دخترها یه کاری میکنه که کلن دیگه با هیچ کی نتونید ارتباط بگیرید، چه خانواده، رزق و روزی رو کم میکنه. دقیقا مشابهه توی تمام خانواده هایی که به من پیام میدن، دقیقا این مشابهه. اگه شما هم خواستید پیام بدید تو تلگرام به من پیام بدید. موقعی که میخواین باشون ارتباط بگیرید یه چیزی درونتون میگه که حوصله‌شو ندارم بلش کن. همه چی اوکی پیش میره، همه چی اوکی پیش آره. میره مثلا شماره همو داریم، شاید مثلا یه تایم پیام و اینا بدین یا مثلا چیز کنیم، ولی هیچ وقت در حد زنگ زدن، حتی بیرون رفتن، حتی دوستایی که دارم بی دلیل میرن مثلا، یا بی دلیل یهو میرن. آره یهونگینه خودم حس میکنم. حس میکنی درسته؟ قبل اینکه منم بیام میگفت حالتون بد بوده درسته؟ بخورات کردم حالش بد شد. بخورات خاصی نیست که بخواد حال کسی رو بد کنه، اتفاقا حال آدم رو خوب میکنه، ولی این خانم چون توی بدنشه حالش رو بد کرده بود، عصبی شده. حال نها کنید براش قرآن میذارم چجوری میشه. اینجا دیگه کار پاکسازی رو داشتم انجام میدادم. اینجا شروع کردیم گذاشتن آیه قرآن که ببینیم عکس‌العملشون چیه. شما نگاه کنید تن و بدن دختر رو ببینید چجوری میلرزه، چه عکس‌العمل نشون میده. به پاهای دختر توجه کنید، مادر انگار نه انگار تکون نمیخوره، اوکیه اوکیه، ولی دختر رو ببین. اینجا پاکسازی خونه رو انجام دادم. همینجوری داره شدت لرزش پا بیشتر میشه، دستا رو ببینید خود خوری داره میکنه.
میلیون شدی. دیگه استادم گفتش که بلندشون کن و با دختر خانم اوکی کنیم که بتونیم این جن از بدنش بیرون کنیم که دیگه اونجاشو نمیتونم بذارم. اینجا دیگه کار تموم شده و اینجا سعی کردم خودم یه کمکی کنم به این خانواده. جایی که میتونستم سعی کردم کمک کنم، بعدشم باشون در ارتباطم، در ارتباط بودم. امیدوارم که حالشون اوکی بشه و بهتر بشه. دمتون گرم رفقا، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. مصاحبه‌های بعدی و هر مصاحبه که من میرم هم کامل‌تر میشه، هم بهتر میشه. مصاحبه‌های بعدی هم براتون میذارم. خیلی خفن شده الانم که اومدم، الان گیلانم، دوباره اومدم یه چند تا خانواده رو مصاحبه بگیرم. یه قسمت هر جا باشه سعی می‌کنم برم اونجا، مثلا 4-5 تا خانواده باشه سعی می‌کنم برم اون شهر. میگم قلب من، مرسی از مهربونیتون، مرسی از انرژی قشنگتون. مرغ خودتون باشید. من پویا هستم و خدا نگهدارتون.